مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول همراه ما هستند. آقای فرهمند، با توجه به گفته وزیر خارجه اسرائیل مبنی بر ادامه بازرسی کمک‌های بشردوستانه و همینطور ادامه حمله اسرائیل به نوار غزه، چقدر این قطعنامه میتونه به حل بحران انسانی در غزه کمک بکنه؟ ببینید، این قطعنامه سازوکار کمک رسانی به مردم غزه رو پیچیده تر کرده. فارغ از هر تفسیر سیاسی که از این قطعنامه بشه که آیا بیشتر به سود اسرائیل بوده یا به سود حماس بوده از لحاظ سیاسی، اما وقتی به عرصه عمل میرسه، مسئله که پیش میاد اجرای این قطعنامه است که توی یک چرخه پیچیده بوروکراتیک میفته. قرار بر این بود در پیشنویس قطعنامه که امر کمک رسانی کاملا مدیریتش به سازمان ملل متحد سپرده بشه، ولی این تعدیل شد، این بخش در قطعنامه، و قرار بر این شد که یک ستادی تشکیل بشه، ستاد چند ملیتی دولت‌های به انتخاب سازمان ملل، که اینها با هماهنگی با اسرائیل امر کمک رسانی رو، امر ورود کمک‌ها رو به غزه نظارت کنن بهش، و اسرائیل هم باهاش هماهنگی بشه، و یک مدیری هم باید برای این ستاد انتخاب بشه. این زمان میبره، فردی که روش توافق بکنن، و در نتیجه مسئله کمک رسانی به نظر نمیرسه که خیلی ضرباهنگش بهش افزوده بشه، چون مشکلی که وجود داشت برای کمک رسانی این بود که اسرائیل باید همه اینا رو تفتیش بکنه کامیونهایی که وارد میشن، و این خیلی زمان بره، و سازمان ملل میخواد که حجم بیشتری کمک وارد غزه بشه، و این با اینکه در واقع اسرائیل بخواد تفتیش بکنه، همش هی به تاخیر میندازه موضوع رو. در پیشنویس میخواستن که این مسئله تفتیش اسرائیل رو بردارن و مدیریت کامل به دست سازمان ملل باشه، که خب این پذیرفته نشد، و الان همچنان اون مانع اسرائیل هست اینجا. مسئله تفتیش، مسئله این که پخش این کمک ها در داخل باریکه غزه هم خیلی مهمه، و به هر حال منطقه است که دوش جنگ جریان داره، و چگونه با چه کریدورهایی از چه شکلی اینها بخواد بره دست مردم غزه برسه، این بسیار پیچیده است. به جز این، به بحث آتش بس هم بپرزیم که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری همصدای با سازمان ملل خواهان آتش بسن. آیا چنین امکانی با وجود حمایت آمریکا از مواضع اسرائیل میتونه محقق بشه؟ عملی‌ترش اینه که نه آتش بس، بلکه اون چیزی که معروف شد به وقفه اتفاق بیفته، همون که یک بار در غزه یک هفته رخ داد، و باز هم برای اینکه این امر کمک رسانی امکان پذیر بشه، و حالا که قطعنامه‌ای هم داره این کمک رسانی رو پشتیبانی میکنه، باز هم یک وقفه ایجاد بشه، یک ساعتی مثلا مقرر بشه که در اونجا عملیات کاهش پیدا بکنه، و در اون صورت امکان پذیر هست که این عمل کمک رسانی با جدیت بیشتری و به شکل موثرتری انجام بگیره. ولی این نیاز به این داره که اسرائیل بخواد این چنین پیم در واقع وقفه رو بپذیره، و مسئله این که فشار آمریکا روی اسرائیل چقدر باشه. متشکرم از توضیحاتتون. مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول همراهمون بودید.